به برنامه‌مون خوش آمدین. تو برنامه‌های قبل تا اندازه‌ای روی موضوع کارآفرینی صحبت کردم. امروز می‌خوام یه جمع‌بندی کلی روی این بحث داشته باشم و نتیجه نهایی رو باهاتون در میون بذارم. گاهی اوقات ممکنه دوگانگی بین شغل و هدف اصلی زندگیمون پیش بیاد. ولی به نظر من تو این شرایط بهتره که آدم شغلش رو حفظ کنه تا از طریق درآمدی که کسب میکنه بتونه زندگیش رو اداره کنه و اینطوری درآمد ثابتی عایدمون میشه. و برای برنامه ریزی واسه هدفمون تا حدی پشتوانی مادی داریم. به تدریج با کسب تجربه و آگاهی از شرایط موجود میشه مستقل شد و کسب و کار ایدئالمون رو راه بندازیم. و اگر تصمیم بر این گرفتیم که هدفمون رو دنبال کنیم، باید جوری برنامه ریزی کنیم که پشتوانی برای خودمون در نظر بگیریم. منظورم اینه که در نظر داشته باشیم که ممکنه این موقعیت جدید تا چند ماه اول درآمدی نداشته باشه. پس ما باید جوری زندگی کنیم که بتونیم از اون پشتوانی مالی استفاده کنیم یا حتی دنبال کار دومی باشیم. نکته دیگه که مهمه اینه که همیشه به خاطر داشته باشیم که همکاری و کمک کردن به دیگران نه تنها باعث خوشحالی اونها میشه، بلکه به خودمون هم انرژی و انگیزه مثبتی منتقل میشه. مخصوصا در کارهای جدید و نو خوبه که از همدیگه حمایت بیشتری کنیم. هر کدوم از ما یک روش و ایده مخصوصی به خودمون رو داریم و حتی اگر نوع کار هم یکی باشه، ولی ما با ایده ها و نظریات متفاوت خودمون میتونیم مشتری های خودمون رو داشته باشیم. اگر گاهی اوقات به این نقطه میرسیم که مشتری نداریم، به این خاطر نیست که دیگران مشتریامون رو گرفتن، بلکه به این خاطره که باید تغییری در روش فعلیمون ایجاد کنیم یا باید مهارت خاصی رو یاد بگیریم و یا شاید اصلا این حرف مناسب با شرایط ما نیست. ولی اگه بخوایم از دید شخصی به این قضیه نگاه کنیم و حس حسادت یا دشمنی تو وجودمون رشد کنه، فقط و فقط به خودمون ضرر میزنیم و این حالتها ما رو به سمتی منفی میبره و باعث میشه همه انرژی های منفی و موزر رو به سمت خودمون جذب کنیم. من قبلا به این نکته اشاره کرده بودم که در آفریقا میگن من هستم برای اینکه ما هستیم. اصلا وجود جمعی انسانی رو به همکاری و هماهنگی مربوط میدونم. هرچی آدم بیشتر خودشو جزو یک جمع و یک سیستم بدونه، از ارزش انسانی بیشتری برخورداره. و هرچی آدم خودشو بیشتر جدا کنه و باعث تفرقه بشه، از ارزش کمتری در بین افراد برخوردار میشه. بیایید تصمیم بگیریم ارزش هامون رو به سمتی متعالی تغییر بدیم و برای رسیدن به این هدف با دیگران همکاری کنیم. هفته خوبی داشته باشیم.